به نوشته دیلی استار انگلستان، در بحبوحه تنش‌های فزاینده در سوریه و درگیری‌های شدید میان ترکیه و رژیم اسد، آمریکا یک ناو هواپیمابر را به مدیترانه فرستاد. ناو هواپیمابر USS آیزنهاور شنبه شب از تنگه جبل الطارق عبور کرد و وارد مدیترانه شد. چند کشتی نیروی دریایی آمریکا که به موشک‌های هدایت چمندی کروز مجهز هستند، ناو آیزنهاور را اسکورت می‌کنند. سه ناو شکن نیز ناو آیزنهاور را همراهی می‌کنند. گفته می‌شود این نیروها توسط 8 اسکادران جت‌های جنگنده و هلیکوپترهای تهاجمی دریایی همراهی می‌شوند. این ناوها دارای 6000 ملوان هستند. ناو هواپیمابر آیزنهاور که دارای قدرت اتمی است، در 20 فوریه برای اعزام به منطقه حرکت خود را شروع کرد.